سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم حالتون خوب باشه. آیا غالباً غدد لنفاوی خودتون رو تمیز میکنید؟ در این ویدیو قصد دارید در رابطه با علائم سرطان غدد لنفاوی یا همون لنفوم و روش های تشخیص اون و همچنین نحوه پاکسازی غدد لنفاوی صحبت کنیم. شما دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا میتونید از این طریق ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. سرطان بیماری ترسناکیه که نرخ ابتلا به اون در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته. یکی از سرطانهای بسیار رایج که خوشبختانه تا حد زیادی درمان میشه سرطان لنفوم یا سرطان غدد لنفاویه. سیستم لنفاوی بخشی از سیستم ایمنی بدنه که شامل غدد، عروق و گره های لنفاویه. این سیستم مایع شفافی به نام لنف رو در یک مسیر یک طرف به سمت قلب منتقل میکنه. این مایع شامل سلول های سفید خون به نام لنفوسیت، چربی و پروتئینه. وجود این سیستم برای سمزدایی بدن حیاتیه. از اونجایی که علائم لنفوم شبیه سرماخوردگیه، معمولا تا زمانی که شدید نشده جدی گرفته نمیشه. در حالی که تشخیص زود هنگام لنفوم برای مراحل درمان رو ساده تر و کوتاه تر میکنه. در این ویدیو شما را به طور کامل با لنفوم، علائم و روش های درمان اون آشنا خواهیم کرد. پس همراه کانال فارسی مدیا در یوتیوب باشید. اول از همه بریم سراغ علل سرطان غدد لنفاوی. دانشمندان در اکثر موارد نمیدونن که چه چیزی باعث لنفوم میشه. در این موارد ممکنه احتمال ابتلای شما به لنفوم بیشتر بشه. سنتون 60 یا بالای 60 سال بشه. مذکر باشید. به خاطر HIV یا همون ایدز انجام یک پیوند عضو یا به طور مادرزادی یک سیستم ایمنی ضعیف داشته باشید. یک بیماری سیستم ایمنی مثل آرتریت روماتوئید، سندروم شوگرن و لوپوس یا سلیاک دارید. به ویروسی مثل آپشتین بار، هپاتیت سی، لوسمی، لنفوم سلول تی انسانی یا ویروس هرپس انسانی آلوده شدید. یکی از خویشاوندان نزدیک شما به لنفوم مبتلا باشه. در معرض بنزن، مایعی بیرنگ و قاب اشتعال و خوشبو یا مواد شیمیایی قرار گرفته اید که حشرات و علف های هرز رو از بین میبرن. در گذشته به خاطر لنفوم هوچکین یا غیر هوچکین تحت درمان قرار گرفتید و یا اضافه وزن دارید. حالا بریم سراغ علائم سرطان غدد لنفاوی. علائم هشدار دهنده ای که نشون میده ممکنه به لنفوم مبتلا باشید عبارتند از متورم شدن غدد یا گره های لنفاوی اغلب در گردن، زیر بغل یا کشاره ران، سرفه، تنگی نفس، تب، تحریق شبانه، درد شکم، خستگی، کاهش وزن و خارش. بسیاری از اینها میتونن علائم هشدار دهنده بیماری های دیگه هم باشن. در صورت داشتن این علائم حتما به پزشک مراجعه کنید تا اون مشکلتون رو تشخیص بده. حالا بریم سراغ راه های درمان طبیعی و پاکسازی غدد شما. اول از همه کمپرس آب گرم. کمپرس آب گرم نسخه قدیمی برای کاهش تورم غدده. وقتی کمپرس آب گرم رو روی موزه قرار بدید، دما باعث جریان خون میشه که درد و تورم رو کاهش میده. مطالعات نشون داده بین گرما و عدم فعالیت ویروس ها ارتباط وجود داره. دستمالی رو در آب گرم خیس کنید و آب اضافی اون رو بگیرید و 10 دقیقه روی موزه بذارید. این کار رو چند بار در روز انجام بدید یا اینکه روزانه چند بار موزه رو با آب گرم بشویید تا تورم از بین بره. بریم سراغ مورد بعدی. ماساژ برای درمان تورم غدد لنفاوی. یکی دیگه از نسخه‌های طبیعی ماساژ غدد لنفاوی یا اطرافمونه. ماساژ خوب غدد رو تحریک میکنه و ناخالصی‌هایی که در اون جمع شده رو بیرون می‌ریزه. بدین وسیله ممکنه کمک کنه تا تورم کاهش پیدا کنه. برای کاهش تورم بخش مورد نظر رو با نوک انگشتان و به مدت 5 دقیقه به آرومی ماساژ بدید. این کار رو 2 تا 3 بار در روز انجام بدید. مورد بعدی
آب و نمک نسخه قدیمی برای درمان تورم غدد لنفاوی. افرادی که تورم غدد لنفاوی گردن که ناشی از گلودرد و سرماخوردگی رنج میبرن، قرقره کردن آب نمک و نمک درمان مؤثریه. نمک منیزیم یا نمک دریا خاصیت ضد التهابی و درمان بخشی بسیار عالی داره. برای این کار در یک فنجان آب گرم نصف قاشق نمک بریزید و خوب ترکیب کنید. این مخلوط رو خوب غرغره و 2-3 بار در روز این کار رو تکرار کنید. مورد بعدی سیر. سیر درمانی گیاهی و سریع تورم غدد لنفاویه. سیر از دیرباز جزء داروهای گیاهی بوده. مطالعات نشون داده سیر خاصیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی ضد دیابتی و از لخته شدن خون جلوگیری میکنه. بدون شک این ویژگی سیر تورم غدد لنفاوی رو کاهش میده. برای درمان تورم این غدد با سیر 2-3 بوته سیر خام در هفته مصرف کنید. درمان و رفع غدد لنفاوی با سرکه سیب. یکی دیگه از داروهای طبیعی درمان تورم سرکه سیبه. باور کنید که واقعا خاصیت درمانی شگفت‌انگیزی داره. سرکه محیط الکلی ایجاد میکنه و همچنین pH بدن رو در سطح بالایی حفظ میکنه. مطالعات نشون داده که سرکه خاصیت پاک کنندگی داره و سطح آنزیم و ویتامین در بدن رو بالا میبره. البته بیشتر خاصیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی اون باعث درمان عفونت ها میشه. برای درمان تورم غدد لنفاوی باید یک فنجان سرکه رو با یک فنجان آب ترکیب کنید و دستمالی رو در اون خیس کنید و روی موزه بمالید و بعد از 5 دقیقه با آب گرم بشویید و خشک کنید. این کار رو حداقل 2 بار در روز انجام بدید. مورد بعدی عسل. عسل هم تورم غدد لنفاوی رو درمان میکنه. عسل خاصیت درمانی عجیبی داره و خاصیت ضد التهابی اون به کاهش درد و تورم کمک میکنه. نسخه درمان تورم غدد لنفاوی با عسل و آب لیمو. یک فنجان آب رو با 2 قاشق عسل و مقداری آب لیمو ترکیب و یک هفته هر روز بنوشید. همچنین میتونید 15 دقیقه عسل رو روی موزه بمالید و با آب گرم بشویید. این کار رو 3 بار در روز انجام بدید. زهرچوب ادویه‌ای برای درمان تورم غدد لنفاوی و پاکسازی غدد لنفاوی. یکی دیگه از داروهای گیاهی زهرچوب است که غنی از آنتی اکسیدان و تاثیر ضد التهابی داره. یک قاشق زهرچوب با مقداری عسل ترکیب و روی موزه بمالید و چند دقیقه بعد با آب گرم بشویید. این کار رو 2 بار در روز انجام بدید. دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا اونها هم از اطلاعات این ویدیو استفاده کنند. تا ویدیوی بعدی، بدرود.